در حین جنگ جهانی دوم سال 1944 به آقای آبراهام والت از دانشگاه کلمبیا یک ماموریتی داده میشه، اونم این که بیاد و ببینه که کجای هواپیماها رو باید تقویت کرد، چه قسمتی از هواپیماها آسیب پذیرتر از همه هستن و باید تقویت بشه. شاید داستانش رو شنیده باشین، اما امروز میخوام کمی دقیق‌تر بهش نگاه کنیم، به مفهوم بایاس بیشتر بپردازیم، انواع اقسام بایاس رو ببینیم و تأثیر و نتیجهش رو هم توی اقتصاد، هم توی تریدینگ و هم توی زندگی هامون با هم دیگه مرور کنیم. بریم و برگردیم، ویدیو بسیار بسیار جالبی در پیش داریم. خب بچه ها، خوش برگشتیم به آکادمی گنج. من سریع میرم سراغ اصل مطلب. این سال 1944 آقای آبراهام والت همچین مقاله‌ای رو درست کردن، کارشون استاتیستیک آمار بوده. میخوام بگم که فرد به هر حال فرهیخته‌ای بودن، کار آماری، کار ریاضیاتی کردن و 60 70 صفحه ریاضیات هم داخلش هست. اما یه اشتباهی رو کردن که شاید همه ما در یک نگاه اول این اشتباه رو بکنیم. خیلی خیلیامون همونطور که از بچه‌ها پرسیدن و پاسخ درست دادن، خیلی سریع میتونیم بفهمیم که مشکل کجاست، مشکل رو حل کنیم. اما بیایم کمی دقیق‌تر به موشکافانه‌تر به این قضیه نگاه کنیم. مشکل کجا بود؟ مشکل این بود که طبق آمارهایی که دستشون داشتن، اینها نقاطی بود که به هواپیما ها تیر خورده بود و آسیب دیده بودن. و خب شاید در نگاه اول، میگم با یک نگاه خیلی خیلی ساده، شاید اول به نظر برسه که خب آقا اون جاهایی که تیر خورده رو باید تقویت کنیم دیگه، خیلی بدیهیه به نظر. اما یه ذره که حواسمون رو جمع می‌کنیم، یه 30 ثانیه که راجع به موضوع فکر بکنیم، به این نتیجه می‌رسیم که آقا یه ذره جای کار میلنگه. برای مثال خیلی عجیبه که توی در واقع جایی که خلبان میشینه هیچ وقت تیر نخورده. چقدر عجیب، مگه میشه؟ یا موتورها هیچ وقت تیر نخورن، یا این قسمت دوم هواپیما که خب به هر حال قسمت آسیب پذیری به نظر میاد، انگار هیچ وقت تیر نخورده. داستان چیه؟ داستان اینه که اینها، این آمار از فقط از هواپیماهایی که برگشتند برداشت شده، نه از همه هواپیماها. بزنید یه مثال خیلی جالبتر براتون بزنن. یه اپلیکیشنی توی اپستور اومد که با استفاده از ماشین لرنینگ، با استفاده از یادگیری ماشین و هوش مصنوعی تشخیص میداد که یک قارچی که شما ازش عکس میگیرین تو جنگل پیداش کردین، آیا سمی هستش یا نه. این اپلیکیشن 5 ستاره بود، یعنی همه امتیاز حد اکثر بهش داده بودن، اما اپلیکیشن ممکنه که اشتباه کار میکرده. چرا؟ چون فقط کسانی موفق میشن بهش 5 ستاره بدن، اصلا فقط کسانی موفق میشن بهش امتیاز بدن که زنده میمونن. اونایی که اشتباه میگه و قارچای سمی رو میخورن اصلا زنده نمیمونن که بخوان امتیاز بدن. این موضوع توی دنیای تریدینگ و مخصوصا دنیای رمزارزها احتمالاً زیاد دیدین. مثلا کسانی که با شیت کوین ها، با میم کوین ها پولدار میشن، خیلی هم معمولا پر سر و صدا هستن و میگن آره آقا ما اینو توی این قیمت خریدیم، شما هم میتونین بخرین، شما هم بیاین دوج کوین بخرین، شما هم بیاین شیبا بخرین، میلیونر میشین، میلیاردر میشین. اما مشکلی که وجود داره اینه که شما دارین فقط به یک بخش کوچیکی از کل اون جامعه آماری نگاه میکنین. هزاران نفر هستن که بدبخت شدن و شما اصلا صداشون رو هیچ وقت نمیشنوید، به خاطر اینکه یه نفر تونسته یه کاریو بکنه شما هم لزوما نمیتونین بکنین. شما باید ببینین این یه نفر از بین چند نفر موفق شده، چقدر احتمال این وسط وجود داره. مثال زیاده برای زدن، من یکی دوتا مثال دیگه کوتاه میزنم و رد میشم. هج فاند هایی که الان هستن بهشون نگاه میکنین، عملکردشون نگاه میکنیم، به نظر میاد که از اس ام پی بهترن، از شاخص بورس بهتر دارن عمل میکنن این سبدهای سرمایه گذاری. اما اینجا هم یه بایاسی وجود داره، هج فاند ها و در واقع این سبدهایی که بدتر عمل کردن و ورشکست شدن در 10 سال گذشته، بدتر عمل کردن الان اصلا نیستن که بخوان توی آمار شما بیان. همچنین برای شرکت هایی که ورشکست میشن، همینطور برای کوین هایی که به میان و از بین میرن، اینا اصلا دیگه توی آمارهای ما نمی گنجن که بخوایم بررسیشون کنیم. این بایاس، این اشتباه بهش سروایورشیپ بایاس گفته میشه که یک نوع از سلکشن بایاس هستش. یه لیستی براتون دارم از این سایتش هم لینکش رو میذارم پایین، خودتون خواستیم بتونیم بریم ببینید. 14 تا بایاس مختلف رو بررسی میکنه و من خیلی سریع فقط میخوام از روشون رد بشم، دوست ندارم ویدیو خیلی طولانی بشه. اما نوع اول که معمول ترین نوع بایاس هستش، کانفرمیشن بایاس هستش. داستان چیه؟ میگه آقا شما به یه چیزی اعتقاد داری، یه چیزی و یه نتیجه‌ای رو گرفتی. من چون توی در حال پیش کار تریدینگ و اقتصاد میکنیم، با توجه به اون صحبت میکنم، مثالامو از رو میارم. مثلا آقا معتقدی که فلان ارز قراره که به فلان قیمت برسه، معتقدی بیت کوین قراره به 10000 دلار برسه،
و چون این بایاس ذهنی رو داریم، فقط چیزهایی رو میبینیم، فقط مشاهداتی رو بهش دقت میکنیم که این ذهنیت شما رو تایید میکنن. به این میگن confirmation bias، Dunning-Kruger effect. این یک نوع بایاس دیگه است، خیلی بایاس خاصی هستش که آدم ها فکر میکنن که به خاطر اینکه از یک موضوعی اطلاعات ندارن، راجبش نمیدونن، دانش ندارن، خیلی ساده در نظر میگیرنش، در حالی که شاید واقعا اونقدر ساده نباشه و ساده انگارانه با موضوع برخورد میکنن. اینم یک نوع بایاس هستش که علتی که بایاس اینه که چون شما این که نمیدونین لزوما اون چیز ساده نیست. مورد بعدی کالچورال بایاس یا بایاس فرهنگی. خیلی ساده است، توی فرهنگ ها، توی خانواده ها بعضا بایاس های شکل میگیره، ایده های نظراتی توی ذهن شکل میگیره که شاید هیچ دلیلی پشتش نباشه و صرفا چون توی فرهنگ بوده باعث میشه که شما همون نظر رو داشته باشین. این گروپ بایاس مشابه همینه، وقتی شما توی جمعی هستین، همه مثلا یه غذایی رو دوست دارن، شما برای اینکه همرنگ جماعت بشین ممکنه که نظرتون به اون در واقع غذا یکی باشه، حالا شاید غذا بهترین نتیجه گیری نباشه، ولی خب هر در واقع تصمیم دیگه‌ای که می‌خواید توی زندگیتون بگیرین، این بایاس ها میتونه تاثیر بذاره روشون. دیکلاین بایاس میگه که آقا شما بعضی هستن که به گذشته رو با الان مقایسه میکنن و میگن خب اوضاع یه ذره بدتر شده، پس از این به بعد هم حتما بدتر خواهد شد، فقط به خاطر اینکه تغییر کرده، این با تغییر نمیتونن کنار بیان و این تغییر رو به شکل بدتر شدن میبینن و این بدتر شدن ادامه پیدا میکنه از نظرشون. اینم یه نوع بایاس دیگه است. اپتیمیزم و پسیمیزم بایاس، خوشبینی یا بدبینی. مواقعی هست که آدم ها خیلی خوشبینن، بایاس خوشبینی دارن، هر تا اتفاق بدن میفته میخوان نیمه پر لیوان رو ببینن، و یه سری آدم ها بدبینن، حتی اتفاق خوب هم میفته دنبال اینن که مشکلش رو پیدا بکنن. اینم یک نوع بایاس و یک نوع نتیجه گیری قبل از دیدن شواهد هستش که نوع ششم بایاس هست. سلف سرونگ بایاس وقتی که شما فکر میکنید اگر کارهای خوب رو انجام بدین، اگر همه کار رو درست انجام بدین، اتفاقات خوب میفته، و اگر اتفاق بدی میفته تقصیر شما نیست، تقصیر عوامل خارجی هستش. همیشه اینطور نیست و همیشه باید حواسمون باشه، بعضی موقعا چیزایی که نمیدونیم درست انجام دادیم یا غلط انجام دادیم هستن که یقمون رو میگیرن، بعضا باعث میشه که از زیر بار مسئولیت با این بایاس آدم ها فرار بکنن، بعد حواسمون باشه گیر همچین تله هایی نیفتیم. information bias، بایاس اطلاعات. این میگه که آقا در واقع بعضی موقع آدم هی دوست داره اطلاعات جمع کنه، حتی اگه اطلاعات بی ربط باشه، دوستان همجوری راجع به یه موضوعی میخواین تصمیم بگیرین، آقا من میخوام که این ارز رو ترید بکنم، هرچی بیشتر بدونم بهتره، برم ببینم ماه کجای آسمونه، برم ببینم فلان ستاره کجای آسمونه، اطلاعاتی که هیچ ربطی ندارم و فکر میکنیم چون داریم اطلاعات بیشتری جمع میکنیم میتونیم بهتر تصمیم بگیریم، اما لزوما درست نیست. این صرفا بایاس ذهن ماست و اون در واقع ناخودآگاه ما داره به ما میگه که چون همه چی رو میدونی پس باید تصمیم درستی بگیر، اما غافل از اینکه چیزایی که میدونی هیچ ربطی به موضوع نداره. سلکشن بایاس، بایاس انتخابی، که یه مثالش همین در واقع هواپیمایی بود که دیدیم که شما میای از یک جامعه آماری فقط یه بخش کوچیکش رو نگاه میکنی، فقط اون هواپیماهایی که برگشتن رو داری نگاه میکنی و نتیجه گیریتون در نهایت اشتباه خواهد بود. جورای دیگه هم داره این سلکشن بایاس، حالا سروایورشیپ بایاس که اول ویدیو صحبت کردیم فقط یکی از انواعشه. یه موضوع دیگه اش اینه که شما مثلا چه میدونم یه ماشین یه رنگی رو میخواییم بخریم، بعد از اون که ماشینتون رو میخواییم تو خیابون نگاه میکنیم این که ماشین اون رنگی تو خیابون پره، در حالی که آقا قبل از این اصلا ماشین نبود، اما این صرفا به خاطر این که اون ذهنیت رو دارین تشکیل شده. availability bias داره بهتون میگه که بهش availability heuristic هم میگن، و بهشون میگه که شما موقعی که میخواییم یه تصمیمی رو بگین، یه سوالی براتون مطرح میشه، اولین چیزی که به ذهنتون میرسه، هرچی اویلیبل تر باشه، هرچی در دسترس تر باشه رو به عنوان نتیجه، به عنوان چیز درست در نظر میگیریم و اطلاعاتی که بعدش بهتون میرسه رو قبول نمیکنی. این یه نوع بایاسی هستش که ذهن اولین چیزی که دستش میرسه رو همونو میگیره دستش و با اون تصمیم میگیره. به این میگن availability bias. fundamental attribution error، این حالا کمتر به کار ما ربط داره، وقتی که شما به خاطر اینکه یه طرف حالا ممکنه که چه میدونم یک جنسیت خاصی باشه، یک ریس خاصی، یک چی میگن رنگ خاصی باشه پوستش، به خاطر اون بیای تصمیم نتیجه بگیری که آقا این چون این شکلیه، این چون از این کشور اومده، این خاصیتو داره، به این میگن fundamental attribution error، و یه اشتباه خیلی بزرگی که حالا من فکر کنم یه ذره کمتر دیدیم باش
برخورد داشتیم، بیشتر توی جامعه غربی خیلی بیشتر دیده میشه این. نه اینکه نیست، توی ایران هست، اتفاقا خیلی هم زیاده، ولی خب مثالاش رو خیلی کمتر میبینیم. هایندسایت بایاس، این همونیه که اون فیلم جان ناپلون بود که میگفت من میدونستم. کسی که همیشه میدونسته اینجوری میشه، همه از قبل میدونستن اینجوری میشه. یک جمله از بورد چند توی ویدیوهای قبلی آوردم، گفتم که آقا پیش بینی خیلی سخته، مخصوصا اگر راجع به آینده باشه، راجع به گذشته همه میتونن پیش بینی کنن. همه میدونستن که قراره اینطور بشه و اینم بهش میگن هایندسایت بایاس، اینه که من هم از اول میدونستم قرار بود اینطور بشه. انکرینگ بایاس، انکرینگ بایاس وقتی که شما اولین تیکه اینفورمیشنی که دریافت میکنین، اولین اطلاعاتی که دریافت میکنین رو به اون میچسبین و اون میشه بایاستون. مثلا اگه یکی بیاد بهتون بگه آقا قیمت فلان چیز 20 دلاره، بعد برین شما توی مغازه ببینین 15 دلاره، خیلی خوشحال میشین که ارزونتر دارین میخرین، غافل از اینکه این 15 دلار گرونه و یه مغازه بغلتر داره 10 دلار میفروشه، چون بایاس اولیه داشتین که قرار بوده 20 دلار باشه. اون اطلاعات اولی که جذب کردیم براتون ارزشمند شده. با این انکرینگ بایاس بقیه اطلاعات جوری بر اساس اون چیده میشن و این بایاس روش هست. در نهایت ابزرور بایاس، ابزرور بایاس وقتی اتفاق میفته که یک نفر دیگه ای رو در واقع بررسی یه نفر دیگه، تو میگن امتیاز دادن به یه نفر دیگه رو به خاطر بایاس خودتون عوض میکنین. به عنوان مثال ممکنه که مثال خیلی معروفش وقتی هستش که دکترها میخوان قرصی که تازه کشف شده، تازه در واقع به تولید رسیده رو میخوان تست بکنن و اگر احتمالا شنیدین که بعضی موقع ها به 50% بیمارها قرص اصلی رو میدن، به 50% قرص شکر میدن که هیچ تأثیری نداره و نه دکتر میدونه که کدوم قرص رو داره میده و نه بیمار میدونه که کدوم قرص رو داره میگیره. اصطلاحا دابل بلایند هستش، از هر دو طرف بلایند هستن، ولی خب یه نفر بالاتری طبیعتا وجود داره برای اینکه هیچ تأثیری نتونه بذاره، اینکه اون نفری که داره قرص رو میخوره یا اون کسی که حتی قرص رو داره تجویز میکنه نتونه کارش، تصمیماتش تأثیری بذاره توی اندازه‌گیری مؤثر بودن قرص که هدف نهایی ما هستش. خلاصه این داستان بایاس ها واقعا داستان جالبی است، بیشتر شاید توی حوزه آمار مطرح هستش و مقاله هم که دیدیم مقاله آماری بود، ولی خب جای جای زندگیمون بهشون برمیخوریم، به انواع اقسامشون برمیخوریم و خیلی سخته از همشون در امان بودن. اما وقتی بدونیم چیان، وقتی یه گوشه ذهنمون حواسمون باشه که آقا هر تصمیمی داریم میگیریم حواست هست که بدون بایاس داری تصمیم میگیری یا اینکه بایاس داری، و این میتونه خیلی کمکمون بکنه که تصمیمات بهتری رو بگیریم، روز به روز خودمون و اطرافیانمون رو بتونیم بهتر بکنیم. ممنون که پای این ویدیو نشستین، امیدوارم براتون جالب بوده باشه. حتما ویدیو رو لایک بکنید، کامنت بذارین برام کدوم یکی از این 14 نوع بایاس براتون از همه جذابتر بود و به اشتراک گذاری ویدیو با دوستانتون فراموش نشه. خیلی ممنون، مراقب خودتون باشین و تا دیداری بعد، خدا نگهدار.